دوستان عزیزم سلام، خیلی خوش اومدین به بوگن شماره 29. میریم که سوالا رو با همدیگه تمرین کنیم. Was kann zum Abkommen سوال شماره 1. Was kann zum Abkommen von der Fahrbahn führen? Abkommen von der Fahrbahn یعنی از مسیر خارج شدن. چه چیزی میتونه باعث این بشه که شما از مسیر خارج بشین؟ Müdigkeit, خستگی, Unaufmerksamkeit, بیدقتی, Ablenkung, حواسپرتی که هر سه این موارد درست هستن. Womit müssen Sie rechnen? با چه چیزی باید حساب کنین؟ این عکس رو بارها داشتیم ولی با این همه من بزرگش میکنم. یه خیابون سنگ فرش شده است. دوبرش ماشینه و اینجا یه علامتی که بچه ها روشن. Das vor mir Fußgänger auf die Fahrbahn treten. با اینکه از جلوی من یه هویی آبرین پیاده بیان وسط خیابون. Das Kinder plötzlich zwischen den Fahrzeugen auftauchen. که بچه ها یه هویی از وسط ماشینا پیداشون بشه. Das Fußgänger warten werden, bis ich vorbeigefahren bin. که آبرین پیاده صبر میکنن تا اینکه من رد بشم. که گزینه 1 و 2 همونطور که خودتون میدونین درسته. سوال شماره 3. Worauf müssen Sie sich hier einstellen? اینجا باید خودتون رو آماده چه چیزی کنین؟ Auf eine verengte Fahrbahn، اینی که خیابون باریکتر بشه. Auf einen verlängerten Bremsweg، اینی که راه ترمزتون طولانی تر بشه. Auf ein von rechts kommendes Fahrzeug، اینی که از سمت راستتون یک ماشین بیاد. که هر سه این موارد درست هستند. سوال شماره 4. Worauf müssen Sie achten, wenn Sie in eine Tiefgarage fahren? به چه چیزی باید توجه کنین وقتی که وارد یک پارکینگی میشین که به پایین میره؟ Tiefgarage، پارکینگ هایی که مثلا زیر خونه ها یا مغازه ها. به اونا میگن تیف گاراژ. به چه چیزی باید توجه کنین که وقتی که توی همچین جاهایی میرین؟ Meine Augen müssen sich erst an die veränderten Lichtverhältnisse gewöhnen. چشمان باید اول به تغییرات نور عادت کنن. Meine Reifen können an engen Aus- und Einfahrten beschädigt werden. تایران میتونن توی ورودی و خروجی تنگ صدمه ببینن. فوسگنگر لافن افت آف فاوید. آبرین پیاده اغلب توی خیابون، توی نف خیابون نه، توی جاهایی که جای ماشینه راه میرن. که هر سه این موارد، خیلی ببخشید که صدام اینطوری میشه، هر سه این موارد درست هستن. سوال شماره 5. یک ویدیو که با هم دیگه میبینیم. اوکی، تو بوگن قبلی هم فکر کنم اینو داشتیم. Wie verhalten Sie sich richtig? چه رفتاری درسته؟ Ich überhole den Radfahrer vor Erreichen des LKWs. من از دوچرخه سوار قبل از رسیدن به کامیون سبقت میگیرم. Zwischen LKW und Kurve، بین کامیون و پیچ ازش سبقت میگیرم. Nach der Kurve، بعد از پیچ ازش سبقت میگیرم. که بعد از پیچ میتونیم سبقت بگیریم. اون دوتا خیلی خطرناکه. سوال شماره 6. Weshalb kann überholen auch
auf übersichtlichen und geraden Fahrbahnen gefährlich sein. چرا سبقت گرفتن حتی توی خیابونهایی که صاف هستن و دید خوبی آدم توشون داره میتونه خطرناک باشه؟ Weil ich die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Fahrzeugs als zu gering einschätze. به خاطر اینکه من سرعت ماشینی که از روبرو میاد و میتونم کمتر از اون چیزی که هست حدس بزنم. Die Entfernung eines entgegenkommenden Fahrzeugs als zu groß einschätze. فاصله رو با ماشینی که از جلو داره میاد از روبرو میاد و خیلی زیاد حدس بزنم. Meinen Überholweg kürzer einschätze als er ist. راه سبقت خودم رو کوتاه‌تر حدس بزنم از چیزی که در واقع هست. که هر سه این موارد میتونن باشن و سبقت گرفتن رو خطرناک میکنن. Womit müssen Sie rechnen? با چه چیزی باید حساب کنید؟ Transporters. یه Transporters اینجا که یه شخصی اینجا وایساده، عابر پیاده، موتور سوار، دوچرخه سوار. Fußgänger können vor dem Transport Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren. Az jeloy transporter mitunan aberin piyade biyan vasat khiyabun ke ma nabinim masalan. Die Person neben dem Transporter könnte weiter auf die Fahrbahn treten. In shakhsi ke kenar transporter mitune bishtar vasat khiyabun biyad. Das Motorrad könnte nach links ausscheren. موتورسوار میتونه دستشو به سمت چپ بده، به این سمت منحرف بشه. کرسه این موارد میتونن اتفاق بیافتن. سوال شماره 8: Bei welchen Drogen kann schon einmaliger Konsum zu vorübergehender Fahruntüchtigkeit führen? با چه مواد مخدری حتی مصرف یک بارش میتونه کوتاه مدت توانایی رانندگی شما رو بگیره؟ LSD, دیگه فکر کنم اینا ترجمه نخواد. هیروئین، کوکائین، آمفتامین، هشیش و ماریوانا که همه اینها همین کارو میکنن. Was verlängert den Bremsweg? راه ترمز شما رو چه چیزی طولانی میکنه؟ Mitführen eines ungebremsten Anhängers, اینی که یه انهنگر به ماشین ما وصل باشه که خودش ترمز نداره. Fahren auf Gefällstrecken, رانندگی توی سرازیری، گفله گفتیم میشه سرازیری. Nasse oder glatte Fahrbahnen, خیابونهای خیس یا لیس. که هر سه اینها درست هستند. Nach welcher Faustformel kann man aus der Geschwindigkeit den Bremsweg in Metern bei einer normalen Bremsung berechnen? از روی چه فرمولی میشه از روی سرعت راه ترمز رو به متر با یک ترمز خیلی عادی حساب کرد؟ که راه ترمز هستش سرعت تقسیم بر 10 ضرب در سرعت تقسیم بر 10. سوال شماره 11 دوباره یه ویدیو هستش که نگاه میکنیم. باشتلس اینجا. ببینیم سوالا چی میگن. Sie möchten an der Kreuzung nach rechts abbiegen. Wie verhalten Sie sich richtig? شما سر چهار راه میخواین سمت راست بپیچین. چه رفتاری درسته؟ چطوری درست رفتار میکنین؟ Ich verzichte auf das rechts abbiegen und bleibe in meinem Fahrstreifen. من از سمت راست
پیچیدن صرف نظر می کنم و روی خط خودم می مونم. Ich warte, bis alle Fahrzeuge vorbeigefahren sind und wechsle dann in den rechten Fahrstreifen. من صبر می کنم تا همه ماشینا برن و بعد روی خط سمت راست میرم. Ich lenke deutlich nach rechts und schaffe dadurch eine Lücke im rechten Fahrstreifen. من دستم رو کامل به سمت راست میدم، یعنی مثلا بین این دوتا ماشین یه هوی دستم رو میدم و برای خودم بین ماشینا جا باز میکنم. که کوتاه بهتون بگم، این خط نشون میده که فقط به سمت چپ میتونین بپیچین. این خط پر ماشین بود و الان دیگه دیره برای اینکه ما بخوایم بریم توی این خط و چرا نمیتونیم صبر کنیم تا ماشینا برن و بعد روی این خط بریم، به خاطر اینکه پشتمون یه اتوبوسه و اون میخواد سمت چپ بپیچه و ما اجازه نداریم براش مانعی ایجاد کنیم. پس صرف نظر میکنیم، میپیچیم سمت چپ، حالا میریم یه ذره اونورتر دور میزنیم. سوال شماره 12. Sie möchten an einem Linienbus vorbeifahren, der an einer Haltestelle angehalten hat. شما میخواین از یک اتوبوس خطی رد بشین که سر یه ایستگاه ایستاده. Was müssen Sie beachten? به چه چیزی باید توجه کنید؟ Ich muss den Gegenverkehr beachten. باید به ماشینایی که از مقابلم میان توجه کنم. Ich muss vorsichtig vorbeifahren. باید با احتیاط رد شم. Ich muss mit ausreichendem Seitenabstand vorbeifahren. من باید با فاصله کناری کافی رد شم. که مسلماً هر سه اینا درستن. سوال شماره 13. Wozu sind Sie verpflichtet, wenn Sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sind? شما چه وظیفه‌ای دارین وقتی که سر یک وقتی که توی یک تصادف نقش دارین؟ Ich muss anhalten und mich über die Unfallfolgen vergewissern. من باید توقف کنم و ببینم که بعد از این تصادف چه چیزایی پیش میاد. Unfallfolgen یعنی چه چیزایی بعد از تصادف پیش میاد؟ Ich muss Hilfe leisten, sollte es Verletzte geben. من باید کمک کنم اگر که کسی صدمه دیده باشه، زخمی باشه. Ich muss die Unfallstelle absichern. من باید مکان تصادف رو امن کنم. که هر سه گزینه درست هستن. سوال شماره 14. Es nähert sich ein Fahrzeug mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn. یک ماشین با چراغ آبی که چشمک میزنه و آژیر داره نزدیک میشه. Wie verhalten Sie sich? شما چه رفتاری دارین؟ Wenn nötig, vorsichtig auf dem Gehweg, auf den Gehweg ausweichen. اگر لازم شد آروم روی پیاده رو میرم، یعنی با احتیاط. دیم فاتزویگ پلاتس ماخن، برای این ماشین جا باز میکنم. ایما شاف برمزن و سوفورت شتین بلیبن، همیشه فوراً ترمز میکنم و توقف میکنم، که گزینه یک و دو درست هستن. سال شماره 15. Welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ Ich muss warten. من باید صبر کنم. Das Motorrad muss warten. موتور سوار باید صبر کنه. که اینجا همونطوری که میبینین rechts vor links هست. این از یک خیابون یه طرفه میاد بیرون. اینجا هیچ چیزی نیست. هیچ علامتی نیست که ما حق تقدم داریم. پس این باید بیاد بیرون و ich muss warten جواب درستمونه. سوال شماره 16. Welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ Ich muss den blauen PKW durchfahren lassen. من باید بذارم ماشین آبی رنگ رد بشه. Ich muss den Radfahrer abbiegen lassen.
بعد اجازه بدم که دو چرخ سوار رد بشه. Der blaue PKW muss mich abbiegen lassen. ماشین آبی رنگ باید اجازه بده که من رد شم. که باز دوباره سر این چهار را rechts vor links هست. پس این به ما حق تقدم داره. باید بذاریم رد بشه. و این چون میخواد سمت راست بپیچه و ما سمت چپ، اونم باز حق تقدم داره. سوال شماره 17، welches Verhalten ist richtig؟ چه رفتاری درسته؟ Ich muss den Traktor durchfahren lassen. من باید اجازه بدم که تراکتور رد بشه. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. باید اجازه بدم که Straßenbahn رد بشه. Ich darf nicht auf den Gleisen warten. من اجازه ندارم که روی ریل ها صبر کنم. که خیابون اصلی هستیم، نباید بذاریم تراکتور رد بشه، Straßenbahn ولی باید بذاریم رد بشه و روی این ریل ها هم اجازه داریم باشیم، توقف کنیم. سوال شماره 18، Sie fahren ein Kraftfahrzeug mit manuellem Schaltgetriebe. شما یک خودرو یا دارین میرونین که دندش عادیه، اتومات نیست، دنده دستی داره. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen berücksichtigen. چه چیزی رو باید در نظر بگیرین وقتی که این تابلو رو میبینین؟ Bei längerer Betätigung der Bremse kann die Bremswirkung nachlassen. اگر که ترمز رو طولانی مدت استفاده کنیم میتونه تاثیر ترمز کم بشه. Der Bremsweg verlängert sich. راه ترمزمون طولانی تر میشه. Die Bremswirkung wird besser, wenn kein Gang eingelegt ist. اگر دنده رو خلاص کنیم، تاثیر ترمز بهتر میشه. که این گزینه 3 اشتباهه، ولی گزینه های 1 و 2 درست هستن. سوال شماره 19، welche Fahrzeuge dürfen eine so beschilderte Straße nicht befahren? چه وسایل نقلیه ای اجازه ندارن که وارد خیابونی بشن که این تابلو رو داره؟ پیکاویز، ماشین های خودروهای شخصی، موتورقیدا، موتورها، الکاویز، کامیون ها. که اینجا عکس یه موتوره، فقط موتورها اجازه ندارن. سوال شماره 20، wann sollten Sie den Motor abstellen, um Kraftstoff zu sparen und die Umweltbelastung zu vermindern? کی باید موتور رو خاموش کنین برای اینکه بنزین مصرف بنزین رو پایین بیارین و محیط زیست رو کمتر صدمه بزنین. Wenn Sie bei einem Stoppschild anhalten, اگر که پیش یک تابلو استاپ باید صبر کنین. Wenn Sie vor Bahnübergängen oder Baustellen warten müssen, اگر که قبل از یک محل عبور قطار یا باوشتله جایی که تعمیر میکنن باید صبر کنین. Wenn Sie in einem Verkehrsstau länger warten müssen, اگر که توی یک ترافیک طولانی مدت باید بایستید. که خب سر تابلو ایست نباید موتور رو خاموش کنیم، ولی اگر که طولانی مدت باید صبر کنیم، بله. خب رسیدیم به قسمت B دوستان. سوال شماره 1مون هست، wozu kann langes fahren mit höherer geschwindigkeit führen؟ رانندگی طولانی با سرعت بالا باعث چه چیزی میتونه بشه؟ Die Reaktionsbereitschaft nimmt zu. آمادگی عکس العملمون زیاد میشه. Es wird zu dicht aufgefahren. حفظ فاصلمون کم میشه. Das Gefühl für die Geschwindigkeit lässt nach. حسمون رو برای سرعت از دست میدیم. که گزینه 2 و 3 درست هستن.
وضعیت عکس العملمون اگر طولانی رانندگی کنیم چون خسته شدیم کم میشه، فاصلمون به خاطر سرعت زیاد میتونه کم بشه و حسمون رو برای سرعت از دست میدیم. از اتوبان یهویی وارد شهر آدم بشه معمولا همینطوری سریع میره. سوال شماره دو یه ویدیوه که با هم دیگه میبینیم توی اتوبانیم، از پشتمون ماشین میاد با سرعت زیاد. اوکی، سوالا رو ببینیم. وی فهالتن سی سیش ریشتیش؟ رفتار درست چیه؟ Ich überhole den roten Transporter und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen. من از این ترانسپورتای قرمز رنگ سبقت میگیرم و بعد وارد خط وسط میشم. Ich überhole den blauen PKW und wechsle dann in den mittleren Fahrstreifen. من از ماشین آبی رنگ سبقت میگیرم و بعد وارد خط وسط میشم. Ich fordere den Nachfolgenden durch leichtes Bremsen auf, mehr Abstand herzustellen. از طریق ترمز گرفتن آروم از پشت سریم میخوام که فاصله شو با من حفظ کنه. که گزینه درست هستش گزینه دو. سوال شماره سه. Womit müssen Sie in dieser Ausfahrt rechnen? توی این خروجی با چه چیزی باید حساب کنید؟ mit einem Hindernis im Bereich der Kurve، با اینکه یک مانعی در این توی این پیچ باشه، این پشت باشه. mit Gegenverkehr auf meinem Fahrstreifen، با اینکه توی خط من از مقابل یه ماشین باشه. dass die Kurve in ihrem Verlauf enger wird، اینی که پیچ در امتداد خودش تنگ تر بشه. که گزینه یک و سه درست هستن. سوال شماره چهار. Sie möchten einen LKW mit Anhänger überholen. شما میخواین از یک کامیون که بهش یه انهنگر وصله سبقت بگیرید. Was müssen Sie dabei beachten? به چه چیزی باید توجه کنید؟ Der erforderliche Überholweg verlängert sich wegen des Anhängers deutlich. راه سبقت من به خاطر انهنگار خیلی طولانی تر میشه. Das Ausscheren zum Überholen darf erst unmittelbar hinter dem Lastzug erfolgen. اینی که شروع کنیم به سبقت گرفتن باید دقیقا از پشت این ماشین باشه. Der Fahrzeugumriss des Lastzugs kann vorausfahrende Fahrzeuge verdecken. این پهنای این ماشین میتونه ماشین هایی که جلوش دارن حرکت میکنن و پنهان کنه. که گزینه یک و سه درستن. سوال شماره پنج. سوال شماره پنج. Was ist beim Abschleppen zu beachten? موقع Abschleppen یعنی اینی که حالا یا ماشینی که خرابه و حرکت نمیکنه رو بکشیم یا اینکه با جرثقیل ببریم. اینو میگن ابشلپ. Was ist beim Abschleppen zu beachten? موقع ابشلپن کردن به چه چیزی باید توجه کنیم؟ Der Abstand zwischen den Fahrzeugen darf nicht größer als 5 Meter sein. فاصله بین دو تا ماشین نباید بیشتر از 5 متر باشه. Motorräder dürfen nur mit fester Verbindung abgeschleppt werden. موتورها فقط اجازه دارن که با یک چیز فست محکم با یک مرتبط محکم چیز بشن کشیده بشن. ابشلپ زیل، ابشلپ شتنگه، زیل که میشه تناب، شتنگه میشه میله.
اون تنابی که برای ابشلپنه یا میلهی که برای ابشلپنه muss deutlich gekennzeichnet sein. باید واضح علامت گذاری شده باشه. که گزینه یک و سه گزینه های درست ما هستن. موتورها حتما نباید به چیز محکمی وصل بشن موقع کشیده شده. سوال شماره 6 Sie fahren auf der Autobahn und haben die Ausfahrt verpasst. شما توی اتوبان دارین میرین و خروجی رو از دست میدین. Wie verhalten Sie sich richtig? رفتار درست چیه؟ Ich fahre weiter und verlasse die Autobahn an einer der nächsten Ausfahrten. من به راهم ادامه میدم و از اتوبان خارج میشم. یا توی خروجی بعدی خارج میشم. Ich halte auf dem Seitenstreifen, die weitere Fahrstrecke zu planen. من روی خط کناری نگه میدارم تا برنامه ریزی کنم بقیه یه راهم و چطوری میخوام برم. Ich fahre auf dem Seitenstreifen zurück, wenn die Ausfahrt weniger als 100 Meter entfernt ist. من از روی خط کناری دنده عقب میرم اگر که خروجی کمتر از 100 متر از من دور باشه که به هیچ عنوان نباید این کار بکنین. حتی یه متر هم اگه ازش گذشتین دیگه گذشتین. پس فقط گزینه درست گزینه یک هست که باید برین و خروج بعدی رو برین بیرون. سوال شماره 7 Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? این تابلو چه چیزی رو نشون میده؟ auf eine Erdgas-Tankstelle, به یک پمپ بنزین برای Erdgas, auf eine Autogas-Tankstelle, به یک پمپ بنزین برای گاز ماشین, به یک Wasserstoff-Tankstelle, که به یک پمپ بنزین که با Wasserstoff میده بهتون. که این علامت CNG علامت Erdgas تنکشتله است. سوال شماره 8 Was ist beim Kontrollieren des Reifenluftdrucks zu berücksichtigen? موقع کنترل کردن فشار تایر باد تایر ماشین باید به چه چیزی توجه کنید؟ Temperatur der Reifen دمای تایرها، بلادونگ، بزتسونگ دس فاتوکس، اینی که بار یا اشخاصی که توی ماشین هستن، ورکشتوف ده فلگن، اینی که قالپاقاتون، قالپاق یا قالتاق، قالپاق فکر کنم، قالپاقاتون چجوری هستن، از چه جنسی هست؟ که گزینه های دو و یک و دو هستن که درستن. سال شماره 9 das Bremslicht ihres Fahrzeugs funktioniert nicht. چراغ ترمز ماشینتون کار نمیکنه. Was kann die Ursache sein? چه چیزی میتونه دلیل این باشه؟ Die entsprechende Sicherung ist defekt. Fuse خرابه. Der Füllstand der Bremsflüssigkeit ist zu gering. روغن ترمزش کمه. Das Leuchtmittel ist defekt. اینی که همون لامپ ترمز خرابه. که میتونه فیوز باشه یا لامپ. سوال شماره 10 Das Schloss eines Sicherheitsgurt. Das Schloss bewaffnet. Das Schloss eines Sicherheitsgurtes schließt nicht. یکی از کمربنداتون بسته نمیشه. Was tun Sie? چی کار میکنین؟ Schloss instand setzen lassen. قفل رو میدیم تعمیر کنن. Mit geringer Geschwindigkeit fahren. با سرعت کم میرونین. Nichts, weil der Sitz mit Airbag ausgerüstet ist. کاری نمی کنیم به خاطر اینکه این
این صندلی ایربگ داره که مسلما باید بدیم تعمیرش کنم. خب دوستان، بوگن شماره 29 مونم تموم شد. امیدوارم که خوب تمرین کنین، لایک یادتون نره و همینطور خوشحال میشم که کامنتاتون رو بخونم و ببینم که چقدر پیشرفت کردین. تا بوگن بعد.